خواهش ها به آخر و آرزه ها به پایان، شوق و هوس مردم به خانه کعبه مست شده استاده است و آب زمزم برای تشنگی می باشد. از فضل خداوند متعال است که رسمان های بین بندگانش و خانه اش پیوست ساخت. میان عمره تا عمره دیگر گناهان عوف می باشد. حج مقبول جز بهشت پاداش ندارد. عمره احرام، طواف و سعی بین صفا و مروه و مویسه تراشی یا کهتا کردن است. وصف عمره اینکه از میقات احرام بستن و همه این لباس را کشیدن است و خوشبویی کردن است. مرد باید ردا و ازار پوشد، سفید باید باشد. زن از لباس ها چیزی را بخواهد می پوشد، لیکن زینت نباشد بپوشد. همه جایش را به جز نقاب و دست پوشک ها. بهتر که بعد از نمازی فرض به عمره نیت کند اگر وقت فرا رسد، وگرنه پس از طهارت نیت کند و از محصورات احرام پرهیز کند و مانند علاقه جنسی، عطر، موی تراشی، خرید و فروش، خواستگاری و نکاح برای مردان و زنان، پوشیدن سر، پوشیدن کرته، شیم و غیره، این برای مردان است. باید از روی سنت این را بگوید لبیک اللهم عمرتن، بعد تلبیه گوید لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تا به مکه رسیدنش این را بگوید. اگر به مسجد حرام رسد با پای راستش در آمده این را گوید. به نام خدا و درود و سلام بر پیامبر خدا، خدایا گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را باز کن. و به طواف در حالتی با طهارت شروع می کند. طواف با حجر الاسود آغاز می یابد. اگر بتوانی او را ببوسه بکن. اگر علاج نباشد بر اشاره کرده می گویی بسم الله الله اکبر. پس خانه را به طرف چپ خود می گذرانی و هفت مراتب طواف می کنی. آن از سنگ سیاه آغاز شده به انجام می یابد. سنت است که مرد در تمام طواف کتف راستش را کشاید و در سه طواف اول کمتر تیز راه می رود که به مانند مثال دویدن است و هرگاه به سنگ سیاه رسید الله اکبر می گوید. اگر بین دو رکن و رکن یمانی و حجر الاسود این دعا را گوید: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و در طواف باقی مانده خود آنچه را که از ذکر دعا و قرآن می خواند بگوید. به یگان دعای مخصوص اگر توافش را به آخر رسانید کتفش را می پوشد. سپس در پس مقام ابراهیم دو رکعت نماز گذارد اگر برایش آسان باشد و الا در همه ای جای مسجد خواند جایز است. در رکعت اول به سوره کافران می خواند و در رکعت دوم سوره اخلاص. پس می رود سوی سعی بین صفا و المروه. اگر با صفا براید آیت این الصفا و المروه را می خواند و بگوید از آن چیزی که خدا به آن آغاز کرده است آغاز میکنم و این تنها ابتدای سعی است. پس به سوی قبله روی گردانده دستانش را بالا میکند و میگوید الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب الوحده. و این دعا را سه مراتب تکرار میکند و بعد آن چه خواهد می گوید. بعد از سیون سوی به مروه می فرو می آید. اگر به چراغ که سبز رسید می دود. این دویدن برای مردها فقط. اگر از آنها بگذرد چون هر وقت راه می رود و چون به مروه می رسد رو به قبله می کند و همان کار را می کند که در صفا کرده است. سپس از مروه فرود می آید و دویده به صفا می رود و آنچنان که میان صفا و مروه می کرد از صفا به مروه یک دور است و از مروه به صفا یک دور است.
اگر هفت دوره انجام داده شود، سرش را می تراشد یا کوتاه می کند و تراشیدن بهتر است. و زنان تمام نوک موهای خود را با قدر یک سانتی متر کوتاه می کنند. اگر چنین کند، عمره اش تمام می شود و از احرام خارج می شود. از الله می پرسم عبادت و عمره امان را قبول گرداند.